با درودی متواضعانه خدمت شما بینندگان تلویزیون اندیشه، برنامه دیگر از روانشناسی خودمونی رو با شما عزیزان آغاز میکنم. در مقدمه قبل از اینکه بحث امروز رو باز کنم، گزارشی میدم از شنبه‌ای که گذشت در دانشگاه استنفورد یک مراسم یاد بود و بزرگ داشتی از دانشمند ایرانی پروفسور مریم میرزاخانی برگزار شد و بسیار بسیار جالب بود. مجلسی در حد و شأن مقام علمی او، مجلسی بسیار منظم در یکی از آمفی‌تئاترهای زیبای دانشگاه استنفورد. بختیارم بود که حضور داشته باشم. در میان ایرانیان نام‌آوری که در این مراسم شرکت داشتند، دانشمندان، ریاضیدانان و چهره‌های اکادمیک، آقای دکتر کامران وفا، رئیس بخش فیزیک دانشگاه هاروارد و همسر نازنینشون بودند که خوشحال شدم از دیدارشون. آقای عباس میلانی بودند. مهمتر از همه و لذیذتر از همه دیدارم با خانم دکتر رویا بهشتی، در واقع همزاد فکری و علمی مریم نازنین بود، کسی که در تصاویر، در سخنرانی کوتاهی که کرد، در تصاویر از دوران دبستان این دو یار کنجکاو پژوهشگر نابغه پا به پای هم جلو می آمدند. در میان خارجی ها رئیس بخش ریاضیات دانشگاه استنفورد سخنرانی کرد، رئیس بخش ریاضیات دانشگاه هاروارد سخنرانی کرد که سخنرانی این نازنین رو، خلاصش رو مطرح می کنم، و همینطور سخنران قبلی، رئیس بخش ریاضیات دانشگاه استنفورد که بانوی بودند، هم سن و سال خود مریم یا کمی بزرگتر، و دانشمندان دیگری از همه جای جهان، ریاضیدانان بسیاری دیگری از همه جای جهان در اونجا حضور داشتند. اولین چیزی که در این مجلس توجه منو جلب کرد، تعادلی بود که بین سخنرانان زن و مرد قائل شده بودند. قبل از این مراسم به قول خودشون آقای دکتر نیری، علی نیری، یک سخنرانی در دانشگاه یو سی ایرواین گذاشته بودند که اصلا من نمیدونم چرا باید ایشون بذارن. دانشگاه یو سی ایرواین نبود و جوری گفته بودند که ما فکر میکردیم این از طرف دانشگاه یو سی ایرواین هست، و بعد از اینکه خواستیم اعتراضاتی به این مجلس و شکل و نوع این مجلس کنیم، ایشان ادعا کردن که اصلا چی میگین، این مجلس رو من گذاشته بودم، بنابراین ایشون صاحب عزا بودن. حالا چرا، اونشو دیگه کاری نداریم. برخلاف مجلسی که در یو سی ایرواین به همت به قول آقای علی نیری گذاشته بودن، برای بانوی ریاضیدانی که فوت کرده یک دونه زن برای سخنرانی دعوت نشده بود. این خودش پشتش یه تفکر و یه نگرشی هست. و من یکی از کسانی بودم که به ایشون اعتراض کردم و ایشون نه به درستی به من گفتند که از خانم نرگس بنی اسدی دعوت کردند، ایشون نپذیرفتند، و از خانم دکتر رویا بهشتی دعوت. به هر حال اونو حالا بذاریم کنار، اونو مردم باید کم کم متوجه این مرد سالاری های خفته پشت شعارهای غیر به اصطلاح شوونیزم، باید پشت اینها دقت کنند. کسان زیادی هستند که ادعا می کنند
به حضور زنان در صحنه احترام میذارن، به حقوق زنها در صحنه احترام میذارن، ولی در عمل میبینید که غفلت‌های بزرگی صورت میگیره. در این سخنرانی از تعداد افتتاح سخنرانی با بانوی بود از دانشگاه استنفورد که مراسم رو اعلام کرد و متن کوتاه رئیس دانشگاه استنفورد رو خوند که مریم اگرچه عمر کوتاهی داشت ولی تأثیری ماندگار و شاید ابدی بر روی زنانی که ریاضیات را میدانی مردانه می دانستند اثر گذاشت و مجلس رو بسیار سنگین و زیبا باز کردند. نظم سالن بی نظیر بود که حالا من باز این رو هم مطرح میکنم. در جلسه‌ای که در یو سی ارواین بود، من و خانم دکتر نیره توحیدی و چند تن دیگه از کسانی که به خاطر احترام به مریم میرزاخانی وارد سالن شدیم، دیدیم که هی چند نفر اون جلو نشستن، میگه این مال خالمه، اون مال عممه، اون مال دایقزیمه و خیلی زننده بود. و ما به هر حال رفتیم و یه گوشه نشستیم و اینجا هم یک قسمتی رو اصلا رزرو کرده بودن با بلیتی متفاوت، رنگی متفاوت برای کسانی که رسما به عنوان اسکالرز، دانشمندان به اصطلاح دعوت شده بودند، و یه قسمت دیگه رو برای عموم گذاشته بودند که اصلا در ورودی اینها هم با هم فرق داشت. و بعد هم دقیق از یک ساعت قبلش گفته بودند که در رأس ساعت درها بسته میشه و نظم و نظم، نظم آمدن، نظم جایگیری کردن، نظم بستن درها به موقع. این یکی از مسائلی بود که خب توجه آدم رو جلب میکرد. مجلس رو یک بانو افتتاح کرد و سپس رئیس بخش ریاضیات استنفورد که بانوی دیگری بود آمد و راجع به زندگی مریم و او صحبت کرد. یکی از نکات جالبی که گفت این بود که در روزهایی که او میدانست و مریم خودش میدانست که بیماری داره جلو میره، میگفت من با تردید هی نگاه میکردم که ببینم که آیا مریم در دنبال کردن اهداف علمی خودش دیگه به خاطر اینکه زمان طولانی دیگری نداره هیچ توقف یا حداقل کاستن از سرعتش به وجود آمده یا نه. نه، او شوقمندانه به سمت کارهایی که داشت میرفت و بچه های جوان رو بیشتر اینوالو میکرد. بعد رئیس بخش ریاضیات دانشگاه هاروارد دکتر کرتز قشنگترین سخنرانی رو در مورد او کرد. گفت اولین باری که من مریم به عنوان یک دانشجو زیر به اصطلاح نظر من قرار گرفت، اولین چیزی که توجه منو جلب کرد دیدم این دانشجو به یه شکل متفاوتی، یعنی دفتراش انگلیسی از چپ می نویسی به راست. می گفت من دیدم این یادداشتاشو از راست می نویسه به چپ، که بعدها فهمیدم هنوز زبان فارسی براش تندتره و با زبان فارسی نوت بر می داره. و بعد از اون دومین چیزی که توجه منو در مورد متفاوت بودن این زن جلب کرد این بود که او ریاضیات رو به صورت داستانی، نراتیو نگاه میکرد و یه ارتباطاتی بین ریاضیات و هندسه فضایی و جبر و مثلثات و غیره میدید که تا قبل از اون کسی توجه منو به این صورت جذب نکرده بود. در اون لحظه بود که من گفتم یک چهره متفاوت در ریاضیات متولد شده. و بعد تعریف کرد که او چطوری با
نظریه اندازه‌گیری سطوح منحنی و امکانات تازه به تازه و فعل بداهه یا لایتناهی که در واقع همون یه بودی در کوانتوم داره، غیر قابل پیش بینی شدن، قدم بعدی تلاقی به اصطلاح کیهانی یا کهکشانی که از فهم شعور من خیلی بالاتر بود و من نمیتونستم بفهمم. و گفت به هر حال در پایان اینو گفت: من به عنوان یک ریاضیدان میدونم که الان در همه جای دنیا نظریات و یافته‌های مریم رو به صورت پایه‌ای جدید در ریاضیات دارن جلو میبرن و رو تئوری‌های او کار میکنن و من به تنهایی میتونم ادعا کنم که مریم 100 سال ریاضیات رو به جلو برد. حالا منی که اونجا نشستم و یه ذره با نوروساینس آشنایی دارم، متوجه یک پدیده‌ای شدم که خودم اگر عمری باقی باشه رو این تحقیق خواهم کرد. ببینید، از نظر علمی ما میدونیم 100 بیلیون سلول مغزی به 2 نیم کره تقسیم میشن و یک کورپوس کالسیوم، یعنی اون پل ارتباطی بین 2 نیم کره چپ و راست. از یه طرف ما میدونیم نیم کره راست مسئول کنکشن، دریافت‌های شهودی، مسئول هنر، خلاقیت و به خصوص نراتیو یا داستان سراییه. یکی از اعجازهایی که در مولانا هست اینه که مولانا عمیق‌ترین دریافت‌های شهودی و علمی رو به زبان قصه‌های عامیانه میگه. چرا؟ به دلیل اینکه داستان‌ها ماندگارترین بخش یادگیری‌های ما هستند. مطالب انتزاعی از حافظ مخزن حافظه ما زودتر محو میشن. من و شما الان یادمون نیست که تو دبیرستان سینوس و کوسینوس که خوندیم چقدرش یادمونه، یا فرمول‌های فیزیک و شیمی. ولی هممون یادمونه که معلم یه روز اومد سر کلاس و قصه مرد دهقان و اتحادی که بین فرزندانش باید به وجود میومد، چوبی که یه دونه است اگه میشکنه ولی دهتاش رو هم که میذاری نمیشکنه. بنابراین قصه ها ماندگارترین بخش هستن. حالا جالبه که سلول های نیمکره راست این مسئولیت رو دارن، سلول های نیمکره چپ مسئول یادگیری، ریاضیات، عدد و رقم، علت و معلول، علم، منطق و اینها هستن. جالبه باز اینو بدونین که این دوتا بخش رو یه پلی به نام کورپوس کالسیوم یا جسم پیلهی به هم ربط میده و آنچه که از این بخش بیرون بیاد به صورت خرد برتر یا نوآوری در میدان علم و هنر هست. من بعد از اینکه دکتر کورتز گفت که مریم در بچگی هم میخواسته نویسنده بشه و ریاضیات رو مثل نراتیو یا داستان دنبال میکرد و به شکل عجیبی که میشه همون اینتیوشن یا شهودی رابطه بین اینها رو میدید، از یه طرف دیگه دانش علمی رو، چون یه کسی دیگه‌ای که صحبت کرد آقای دکتر تابش بود، استاد شریف، او تعریف میکرد که این از خیلی جوونی میومد همش میگفت مسائل سختتر بدین من حل کنم، مسائل سختتر بدین حل کنم، مسائل سختتر بدین. بنابراین در این قسمت هم مغزش رو رشد میداد و چالش وجود داشت. بعد اون وقت این، اگر ما بگیم که حالا از یه طرف دیگه نوروساینس میدونه، ادعا نمیکنه، اثبات کرده که جسم پینه‌ای به طور اوریج در زنها حجمش و درصدش بالاتر از مردانه.
بنابراین اگر یک کسی پل ارتباطی بین این دوتا رو داشته باشه، به شکل استثنائی هم داشته باشه، و بعد از بچگی عشق و علاقش داستان و ادبیات باشه، هنر باشه و خلاقیت باشه، از یه طرف دیگه در میدان دانش هم که مغز چپه خوب نوردیده و دست و پنجه نرم کرده باشه، اون وقت این جسم پینه‌ای میتونه چیزی رو بیرون بده که به قول کرتز 100 سال جلوتره. بر اساس این من یک فرضی رو گذاشتم که حالا ممکنه بگید که بله تو زنی همیشه برای زنای امتیاز قائلی. نه، شما تحقیق کنید. شما در دو کتاب میل برین فیمیل برین و در کتاب سوپریور برین و در کتاب ایولوشنری برین در همه اینا برید مطالعه کنید، میبینید که مغز زن مغزیه که ظرفیت‌های استثنایی تر از مرد داره. اگر به دلایل فرهنگی تاریخی از یه میدونی، من یادم زمان من میگفتن که ریاضیات میدون مردون است، زمان من، حالا منم که 1000 سالم نیست، ممکنه 995 سال باشه ولی 1000 سالم نیست. بنابراین حالا فرضیه من اینه که زنان وقتی در میدان علوم بتازند و جلو برند، اون وقت در یافته‌های بدیع علمی از مردان پیشی خواهند گرفت. یعنی تو 100 سال دیگه احتمالاً ما اکثریت جایزه برندگان جایزه نوبلمون خانم‌ها خواهند بود. این به علامت پیروزی، یا این به علامت پیروزی. حالا در این زمینه باید بگم یک بانوی دیگری هم کار بسیار جالبی کرده و اون خانم دکتر انوشه انصاری است که به نام مریم میرزاخانی در دانشگاه استنفورد یک کرسی یا یک بورسیه بزرگی رو، چون عددش یادم نیست الان نمیخوام خلاف خدمتتون بگم، یک بورسیه بزرگی رو برای زنانی که وارد مطالعه علم ریاضی میشند. حالا بگذاریم که اون روز دختران جوان زیادی اونجا، من که نمیشناختمشون، اونا لطف کردن اومدن با من سلام علیک کردن، بغل کردن، عکس گرفتن و همشون گفتن در دانشگاه‌های خوب دارن ریاضیات میخونن و به بزرگداشت مریم به اونجا آمده بودند. یکی دیگر از برنامه‌های جالب اون روز، گویا مریم نازنین دو آهنگ از محسن نامجو رو بسیار دوست داشت که واقعا عشق به چشم ما آورد. اگر کارگردان فنی برنامه‌مون آهنگ ببار بارون از محسن نامجو پیدا کنه و در یه قسمتی از برنامه وقتی پیدا کرد به من اعلام کنه با هم گوش کنیم، خواهر مریم لیلا میرزاخانی که یکی دیگر از سخنرانان اون روز بود، گفته بود که محسن نامجو و این ترانه موزیک دلخواه مریم بود و بسیار اون رو گوش میکرد و یه مقداری هم این آهنگ ربط پیدا میکنه احتمالاً با خاطره دردناک زندگی مریم که برگشتن اون اتوبوسی بود که اینها از مسابقات المپیاد می آمدن و 6-7 نفر از دوستان نخبه این عزیزان در اون تصادف سانحه اتومبیل از بین رفتن و اینها جان به در بردگانی بودن. گویا مریم قرار بود از اون مهلک جان به در ببره تا چنین اثر ماندگاری رو در عالم ریاضیات بر جای بگذاره و خیلی زود از میان ما بره. یکی دیگر از اجرا کنندگان برنامه هنری اون روز کازن مریم میرزاخانی بود که مثل اینکه دختر داییش یا دختر خالشه، که آپرا سینگره و به زیبایی تمام آهنگ جان مریم رو اجرا کرد و شوهر مریم این ترانه رو با کیبورد می نواخت و شوهر مریم هم یک
گفتگوی نسبتاً کوتاهی داشت. یک چیز که من در اونجا استنفورد دیدم و مقایسه کردم با اون روزی که در یو سی ایرواین برنامه بود این بود که در استنفورد همه چیز مرکزش مریم بود، برخلاف یو سی ایرواین که همه چیز مرکزش خودنمایی یکی دو تن از برگزار کنندگان یا کسانی بودن که همش میخواستن بگن که منم هستم. و شاید این بزرگترین مشکل ما باشه در مقایسه با فرنگی ها یا غربی ها که ما بسیاری از فعالیت هامون خودمحوره و فرنگی ها از این مرحله، غربی ها از این مرحله عبور کردند. اون روز بزرگداشت واقعی مریم بود. ترانه ای رو که او دوست می‌داره و کارگردان فنی برنامه به من اشاره کرد که پیدا کردیم، با هم گوش میدیم، شاید با هم بفهمیم که چرا او این ترانه رو دوست می‌داشت. Oh.
جدا شد زیر بارو شش تا جوونم ای خدا شد زیر بارو بله این ترانه رو آقای نامجو اونجا زنده اجرا کرد و گفت یکی از افتخاراتشه که در اونجا حضور داشته باشه و این ترانه رو اجرا کنه. همسر مریم در سخنرانیش گفت او نه فقط یک ریاضیدان بود بلکه یک ایران دوستی بود که با مسائل اجتماعی و روز ایران بسیار در ارتباط بود و جزء میدانهای فکریش بود همیشه که به اصطلاح در ایران چه میگذره. به هر حال فردی بود که به علم و به اخلاق و به تاریخ خودش بسیار وفادار بود. این رو فراموش کردم بگم که به علت اعتقادات خانواده میرزاخانی و حرمت به اعتقاداتی که در این خانواده ریشه عمیق داره، سخنران بعد از بانویی که از دانشگاه استنفورد بود یک آقای ایرانی بود که به انگلیسی چند آیه از قرآن رو معنا کرد و از صلح، دوستی و ترویج برادری و اخوت که در اسلام به اصطلاح پروموت شده، الان نمیتونم بگم یعنی چی، فارسیش یادم نمیاد، صحبت کرد. من میدونم که دوستان الان رو خط بودن چند نفر، من از بس صحبت کردم. نکته ای رو که در اینجا الان بعد از این گفتگو میخواستم باز کنم ولی مجبورم به هفته بعد موکول کنم، البته هفته بعد هم در سفر هستم، هفته بعدش موکول کنم، این مسئله خودمحوری ما ایرانیان که به صورت یک مصیبت ملی باید اول به سطح آگاهیمون بیاد بعد نسبت به درمانش تلاش کنیم بسیار مهم بود. چون دیروز هم برام اتفاقی افتاد که از اینجا دوباره عکساش تو تلفنم هست. دیروز برای نوه‌ها باید از یک مغازه ایرانی چیزی می‌خریدم. این مغازه ایرانی دو تا پارکینگ، فضای پارکینگ داره فقط. یک آقای جلوی من بود با یک بنز بسیار شیک مدل آخر و این اومد وسط دوتا پارکینگا ایستاد. من میدونم چرا این کارو میکنن، که یه وقت یکی به ماشینشون نزنه. موقعی که داشت اینجوری وسط دوتا پارکینگ نگر میداشت من بوق زدم و منظورم این بود که منم باید برم تو این مغازه و ایشون برگشت به من نگاه کرد و اعتنا نکرد رفت تو. من هم که آدمی نیستم که زیر بار ظلم برم، پشت ماشینش پارک کردم و ماشینش رو بلاک کردم، که یعنی تا من حرکت نمی‌کردم اون نمیتونست دیگه بره. بلاک کردم، بعد رفتم تو مغازه گفتم آقا شما دو تا پارکینگ رو گرفتید. گفتش که به شما چه ربطی داره؟ گفتم خب من می‌خواستم از اون پارکینگ دیگه استفاده کنم. بعد یعنی مثل طوری که به من بگه جواب ابلهان خاموشی است، به اون خانم فروشنده شروع کرد که من اینو میخوام. خانم فروشنده گفت آقا من فقط دو تا پارکینگ دارم و شما برید لطفا پارکینگتون رو بزنید عقب و اینا. گفت خانم به من بده، من سریع دارم میرم. من گفتم شما نمیتونید برید، چون من پشت شما همون بی احتیاطی که شما نسبت به من روا داشتید من به شما روا داشتم، پس باید من اول از مغازه برم تا شما بتونید برید. در نگاهش یک خشمی که یعنی گیر عجب
گیر عجب خبیثی افتادم و لابد مثلا به سن و هیکلم و اینا که نگاه کرد گفت دیگه این جونور کیه. بعد من خونسرد سفارشم رو دادم گرفتم. بعد خانوم صاحب مغازه آمد گفت من دوتا رو نگرفتم، این خانوم رانندگیش خوب نیست. صاحب مغازه اومد بیرون، وقتی نگاه کرد گفتش که آقا این خانوم باید پر میزده از رو ماشین شما تا بتونه اونجا پارک کنه. من عکساشم گرفتم که حالا دفعه دیگه بهتون نشون میدم. و خلاصه من اومدم خریدم و کردم رفتم، ایشون مجبور بود بیسته تا من بیام. ولی در دلم بسیار غمگین شدم، غمگین شدم برای اینکه این بی‌ملاحظگی های فرهنگی از کجا میاد، ما باید باهاش چه کار کنیم. اینا جز چیزایی که باید لایروبی بشه از فرهنگ ما. سنس آف انتایتلمنت، حقوقی که من برای خودم قائلم خیلی بیشتر از حقوق یک فرد اجتماعیه. چرا؟ روی این باید با هم کار کنیم. من روی این موضوع بحث مفصلی خواهم داشت با تجزیه و تحلیل زیربنای روانیش. تلفن‌های ما 818-301-8000. الان لطف کنید روی خطوط بیاید. یک راجب مراسمی که خلاصه مراسم نازنین بانوی ریاضیات دکتر مریم میرزاخانی بود، راجع به اون خواستید صحبت کنید، این کارو بکنید. دو، اگر خواستید راجع به این تجربیاتتون از این که ما راحت حق یکی دیگر رو میتونیم بخوریم، اگه بتونیم، اگه اونجا باشه پارکینگ رو میگیریم، اگه یه جای دیگه باشه به اصطلاح خیانت در امانت میکنیم، اگه تو تئاتر بریم جای 10 تا صندلی اول رو که مردم پشت ما اومدن دستکش میذاریم، چتر میذاریم، پالتو میذاریم، کلا میذاریم که انقضیمون یه ساعت دیرتر برسه. اینا رو بذارید با هم تجربیاتمون رو در میون بذاریم، شاید به تدریج هممون بیدار بشیم، هممون ببینیم کجاها ما از قافله تمدن روابط انسانی عقبیم. در یه جاهایی هم مثل مهمان نوازی ممکنه جلو باشیم، ولی ببینیم کجاها نقطه ضعفمونه. 818-301-8000 خطوط من به روی شما عزیزان گشوده. خب حالا تا شما بیاین که خب من همینطوری که ساکت نمیشینم صحبت میکنم در مسیر همین. ببینید این تعیین حق و حقوق ما اسمش هست healthy boundaries یا مرزبندی های سلامت. مرزبندی های سلامت رو چگونه باید کشید؟ مرزبندی های سلامت یعنی ما از بچگی به دلیل خودشیفتگی که در وجودمون هست ما ایم و فقط ما، تا اینکه یک کسی به ما اخبار متفاوت بده. بفرمایید دوست عزیز، با شما هست. الو جانم بفرمایید. شما یه مطلب راجبه میرزاخانی می‌خواستم بگم. بفرمایید. تلویزیونتون رو ببندید. خانم تلویزیونتون رو ببندید. سی سال ما میگیم تلویزیون ببندید. بستم. بفرمایید. استاندار یزد، استاندار یزد گفته بود که دختران نمیخواد بیشتر از سیکل تدریس کنن. ما قبول نداریم. میرزاخانی یک دانشمنده، این باید بود بشینه تو خونه فقط بچه ها رو نگه داری. خب بذارید او برای خودش بناله. ببخشید شما قطع شدید، من قطع نکردم. او بذارید برای خودش بناله. ما چیزی که مهمه، به قول کسی میگفت که زنان شیشند، وقتی بشکنند تیزتر میشن. ببینید شما میگیرید، من نمیدونم چطوری رو خط نمیایید. بفرمایید.
دکتر چنگیز آدر هستم، روز شما بخیر. بله بفرمایید، شما مشتری دائمی مایی. بله ببخشید صدای من یه خورده گرفته است. بفرمایید. خانم فرنولی، در رابطه با این حق بخوری و فرصت طلبی ایرانی ها من خیلی داستان دارم، اما در عرض 2 دقیقه فقط ما یه تحلیلم رو بگم. بفرمایید. و اون اینه که من فکر میکنم و دقت کردم که افرادی که از ایران میان یا اصلا در کشورهایی که یه جنبشی شده، به قولی انقلابی شده، اون آدمهایی که در کلاس بالا بودن و پایین اومدن و فرار کردن، اینا اکثرا میان به کشورهای خارج به خصوص آمریکا فرار میکنن و وقتی میان اینجا مار خورده افیان، اونجا مردم را چاپیدن، حقشون رو گرفتن، این کارا رو کردن، اینجا که میان دیگه بله. ولی این یک نه این یک مصیبت وسیع‌تر طبقاتی هم نیست. ببینید، به کارگردان فنی برنامه میگم امروز تلفن‌های ما یه جوره که یک خط که میاد خط قبلی رو قطع میکنه، نمیدونم اشکال از کجاست، لطفاً چک کنید. یک خط که میاد خط قبلی رو قطع میکنه. بفرمایید. سلام خانم فرودی. بله قربون، بفرمایید. من حبیبی شهمیزادی هستم. بفرمایید. خواستم بگم که این جهان کور است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها رو صدا. خواستم سلام گرم رو خانم انوشه انصاری برسونیم. فدای شما. چشم، خواهش میکنم، حتما، مرسی. ما دوست داریم خانم فرودی. بله چرا که نه، با من اینقدر که همه مردم عالم بفهمن که عدد مولانا کی بوده. فدای تو بشم، خدا حافظ، مرسی. بله این شما آقای آذر، وقتی گفتید که این فقط به یه طبقه خاصیه، اینطور نیست. متاسفانه حق دیگری رو خوردن در فرهنگ ما معنا شده به یک نوع زرنگی، و زرنگی هم متاسفانه معنا شده به هوشمندی. به عبارت دیگه، من از آدمای زیادی شنیدم که از خارج، که از آمریکا یا از کشورهای دیگه میرن ایران، بلافاصله راننده تاکسی، آدمای دیگه، کاسب، همه اینا بلافاصله میگن که از اون ور آب اومدی. یک بانوی از دوستان من میگفت، من گفتم که آخه من که هنوز حرفی نزدم، تو چرا میگی من از آمریکا اومدم؟ میگه، گفت برای این که وقتی پیاده شدی به من گفتی ببخشید چقدر تقدیم کنم، و وقتی در رو میخواستی ببندی یواش بستی. به عبارت دیگه، ملاحظه دیگران رو کردن به نظر میرسه که الان یک پدیده، یا ملاحظه دیگران رو نکردن یک پدیده جمعی شده. ببینید، این جمله ای رو که مارگریت مالر در کتاب تولد روانی انسان میگه اینه که میگه آغاز اولین سنگ بلوغ روانی اینه که آدم به این ادراک برسه من وجود دارم ولی دیگری هم وجود داره، من و حقوق من یه جایی تموم میشه و حقوق دیگری آغاز میشه، و وظیفه من برای حفظ یک رابطه و رشد در رابطه اینه که اونجایی که حقوق خودم تموم میشه بشناسم و به حقوق دیگری تجاوز نکنم. ببینید، این اولین سنگ بلوغ روانیه، یا it's a foundation of human psychological birth. خب این اون چیزیه که ما احتیاج داریم اول وارد سیستم پرورشیمون بکنیم، بعد وارد سیستم ارتباط اجتماعیمون بکنیم، و بعد وارد سیستم ارتباطات حقوقیمون بکنیم، و بعد وارد سیستم سیاسیمون بکنیم. حاکم یا مأمورین که مسئولیت‌های سیاسی در یک کشور دارن نمیتونن به حقوق یک شهروند تجاوز کنن. اگر میکنن
رابطه رو به سمت رابطه مسموم و ناسالم میبرن. هر کسی، هر انسانی در هر موقعیتی یک حقوق. حسن دموکراسی چیه؟ حسن دموکراسی اینه که حقوق هر فرد توش تعیین شده است و خلافش میتونه جرم داشته باشه. فرق نمیکنه یا رهبر یا پادشاه یا رئیس جمهور در کشورهای استبداد زده حدی برای خودشون قائل نیستند. الان آقای اردوغان که تمام مخالفینشو میگیره و زندان میکنه و از ادارات میریزه بیرون، خب این کار رو به برکت و یمن دیکتاتوری انجام میده، و الا در دموکراسی این حق و حقوق متعلق به اون نیست. تلفن های ما 818-301-8000 الان هم بازه. من تعجب می کنم که دوستان رو این موضوع به خصوص اظهار نظر نداشته باشند یا نظریه‌ای نداشته باشند که ما رو به همون ابعاد دیگری برای گفتگو بده. خب برگردم، اگر شما دوستان رو خط نمی آین، نکنی شما نمی آین که من همطوری بی خودی حرف بزنم. حالا برگردم سر موضوعی که آغاز کردم. از نظریه رشد روانی گفتم ما دارای خودمون رو دارای حقوق لایتناهی میدونیم. چرا؟ چون بچه وقتی گریه میکنه انتظار داره مادر زندگی رو ول کنه و بیاد اونو آروم کنه، حقش هم هست، مادرم وظیفه داره به حق این کار رو بکنه. یا وقتی گرسنش میشه متوقعه که دنیا بخوابه تا من سیر شم، حقم داره. وقتی گریهش میگیره همین حق رو داره. بنابراین این حق طبیعی اوه تا جایی که به دلیل یک نیاز دیگر ما اینو محدود کنیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید خانم دکتر. جانم خسته نباشید. ممنون آقا، بفرمایید. از ادب دارم، میخواستم یک خاطره در رابطه با همین کارشکنی های هموطنان برای شما بازگو کنم. ایرادی نداره؟ نه خیر، بسیارم مشتاقیم. ماه گذشته در فرودگاه استانبول، بله، ساعت 2:30 شب تو صف ایستادیم 19 نفر. بله بله. یک هموطن اومد پشت نفر چهارم ایستاد. بله. خانم دکتر، این 15 نفری که ما ایستاده بودیم هیچ کدوم اعتراضی نکردن. من رفتم دست گذاشتم روشونه این جوون، گفتم که ما 1 ساعت 2 ساعت اینجا ایستادیم. شو برگشت به من با خشم گفت مگه ایرانی نیستی؟ من از این 15 نفر ناراحت شدم، نه از اون جوون. نظر شما رو میخواستم ببینم. شبتون روزتون بخیر. بله، همین این تجاوز به حقوق ها مکرر هممون میبینیم. بذارید بیشتر بشنویم. دودین هر کسی که تلویزیون روشن بود تلویزیونش رو قطع کنین. بله ببخشید متوجه نشدم. دوست دیگری روی خط اومدن که چون متاسفانه این آقا رو خط بودن ایشون قطع شدن. این مسئله رو امروز داریم ما. ببینید این نکته که میگید که میاد تو صف میسته و اینا، خب ببینید اینجا هم مثلا فرض کنید یه عده‌ای هستن که مایلن اول برن تو، مثلا تو هواپیما، ولی اشکالی نداره. هواپیما اومده یه ایلیست گذاشته، میگه اینقدر بیشتر اگر بدی جز این 20 نفر اولی، و اون وقت همه دیگه میدونن. خب این به خاطر این زودتر رفتنش یه پولی پرداخته. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. خانم فرنودی جان دلم، بفرمایید. خواهش میکنم. من اولا یکی از بیننده های برنامه های شما هستم. مرسی. شما واقعا آدم خیلی مثبتی به نظر میرسید. لطف دارید آقا. من میخواستم یه خواهش ازتون بکنم. بفرمایید. که این بحث دموکراسی که یک موضوع شاید روزی باشه، یعنی به روز
که الان همه متوجه مسئله دموکراسی در آینده ایران هستن. بله. و حداقل آرزوشو دارن. بله. من میخواستم این بحث رو یه خود پرکتیکالش بکنید و اینو یه موضوعی که بله. من اتفاقا همه وارد این بحث بشن. بله من موافقم. اتفاقا من چندین سال پیش یک سری مقاله نوشتم راجع به روانشناسی دموکراسی، چون من که سیاسی نیستم، بلدم نیستم واژه های سیاسی، جز میدان به اصطلاح تخصصی من نبوده، ولی روانشناسی دموکراسی رو خوب میدونم، زیربنای روانی دموکراسی رو میدونم نسبتاً خوب، که لغت گنده‌ای بود ولی میدونم نسبتاً، و راجع به این چشم با هم میتونیم گفتگو کنیم. خواهش بهتون زیادم وقتون رو خواهش میکنم. و اون اینی که جنبه اجتماعیش منظور من بود، نه جنبه سیاسیش. بله جنبه اجتماعیش، بله جنبه اجتماعیش بسیار هم درست است و ما میتونیم از این به اصطلاح گفتگومون رو شروع کنیم. مدعیان دموکراسی یا اونایی که شعار دموکراسی رو میدن خیلی زیادن، اما اونهایی که دموکراسی رو حاضرن با قوانینش زندگی کنند اینطور نیست. و چون خیلی جا به ضررشونه. به ضررشونه. بله مرسی آقا، خدا حافظ. خدا حافظ شما. مرسی. هلو 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 آقا این تلفن های ما امروز بله نمیتونیم بگیریم شما رو، نمیدونم چرا. به هر حال دوستان عزیزان، امیدوارم که رو این موضوع شما هم فکر کنید، شما هم عقایدتون رو روی هم بگذارید و با ما در میان بگذارید. آیا تجاوز به حقوق دیگران جز یکی از معضلات ملی ما هست یا نه؟ یادتون باشه اسم این برنامه هست روانشناسی خودمانی. آیا تجاوز به حقوق دیگران یه بخشی از خلقیات ما ایرانیان هست یا نه؟ بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. درود بر شما خانم دکتر. من یه سوالی داشتم. بفرمایید. در مورد یکی از بینندگان که به شما زنگ میزنه و خودش هم دکتر معرفی میکنه، من نمیدونم چرا وقتی ایشون زنگ میزنه همچین واقعا به انگلیسی چی فکر میکنم میشه irritated، یه همچین چیزی به این دست میده، این که هیجان چیه؟ من فکر میکنم که متوجه هستم که دارید چی میگید، ولی باز یکی از فرصت‌های آموزشی یادگیری برای شما همینه، ما چطوری تحمل کنیم کسانی رو که گفتگوهاشون به نظرمون خیلی شفاف، صمیمانه، دوستانه نمیرسه یا نیت‌هاشون ما رو جذب نمی‌کنه. این رو شاید باید هممون تحملمون و بردباریمون راجع به این بالا ببریم. دوستان در پایان برنامه اشاره میکنم فردا شب در مؤسسه ابن سینا کلاس‌های خواهش میکنم کلاس‌های رایگان من برای شما عزیزان روی سایه‌های ملی و این که ما چگونه با این تاریکی‌های وجود خودمون برخورد کنیم که موجب رشد جمعیمون و در واقع رستگاریمون حداقل در آینده نسبتاً پیش رو باشه. ساعت 7:15 بعد از ظهر فردا شب در مؤسسه ابن سینا، بلوغ در بزرگسالی و روبرویی با سایه‌های وجود. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.